سلام دوستان، خاله سیما هستم. به پیج آشپزی من خوش اومدین. ما امروز روستا هستیم، قراره برای هفته بعد یه آش رشته 100 نفره درست کنیم که ما از پیاز داغ شروع کردیم. قراره پیاز داغ چیپسی درست کنیم و نمیخوایم با دست خورد کنیم، میخوایم با دستگاه سبزه خورد کنیم. میخوام آموزشش رو به شما بدم. پیازامون رو من به مقدار 10 کیلو پیاز خریدم، پوست کندم، شستم، آبش رفته. الان هر پیاز رو به 4 قسمت تقسیم میکنم که بریزیم توی دستگاه سبزه خردکن. این پیاز وقتی میریزیم تو دستگاه سبزه خردکن خیلی ریز میشه و وقتی هم سرخش میکنی چیپسی و ترد میشه که تو آش شکل بدی نداره، خیلی قشنگتره. وقتی با دست خلالی خورد میکنی تو آش خودش رو نشون میده، ولی وقتی اینجوری چیپسی ریز درست میکنیم اصلا تو آش خودش رو نشون نمیده. مرحله به مرحله بهتون نشون میدم. پیازمون همه رو به 4 تیکه تقسیم میکنیم، بعد میبریم خوردش میکنیم. من پیازامو همه رو 4 تیکه کردم، سبزه خردکنم هم آماده کردم. من این پیازا رو که 10 کیلوه به 4 قسمت تقسیم میکنم، یعنی تو 4 مرحله خوردش میکنم. میزم تو دست فکر میکنم دیگه کافی باشه. همونطوری که میبینین داره خورد میشه. خاموش میکنیم. دوباره یه مرحله دیگه. این باعث میشه که پیازمون زیر رو بشه. یه بار دیگه. دیگه ریزی و درشتی پیاز بستگی به خودتون داره. میتونیم درش رو باز کنیم. یه هم بزنیمش. نیلا جان اونو بده به من. یه هم میزنیمش. زیر رو میکنیم. ببینین چقدر قشنگ خورد شده. دوباره یه مرحله تا دو مرحله دیگه هم دستگاه رو روشن میکنیم. نه مامانی اونو دیگه نباید الان بندازی. به نظر من دیگه کافیه. خاموشش میکنیم. از این جلو خالی میکنیم و مرحله بعدی رو شروع میکنیم. پیازامونو از کنار خالی میکنیم تو لگن. بعد مرحله بعدی هم همون جور تکرار میکنیم. پیازامونو خورد کردیم ولی همونطور که میبینین یه مقدار آب داره. ما به خاطر اینکه آب اضافه پیاز رو بگیریم میریزم تو آبکش، آبش میره، بعد سرخش میکنیم. وقتی آبش رو میگیری خیلی راحت تر و سریع تر سرخ میشه. حالا یه مدل دیگه هم هست، میتونین آبو بذارین بجوشه، همین پیازا رو بریزین توش 2-3 دقیقه با اون بجوشه، بعد بریزین تو آبکش، آب اضافهش بره، بعد سرخ کنین. ولی خیلی زمان میبره و خیلی وقتمونو میگیره. من اینجوری هم که وقتی سرخ میکنم کاملا ترد و چیپسی میشه که بهتون نشون میدم. همینجوری میریزیم تا آب پیاز بره و شروع کنیم به سرخ کردنش. ببینین چقدر آب داره؟ چون مقدار پیاز ما زیاد بود تو خونه سرخ نکردیم، آوردیم بیرون. گاز بزرگ رو روشن کردیم، مایتابه بزرگ گذاشتیم و حدوداً 3 لیتر روغن ریختم تو مایتابه، گذاشتم تا گرم شه. روغنمون که گرم شد یه مقدارم نمک بهش اضافه میکنم. بعد پیازامونو تقریباً کم کم میریزیم که خوب سرخ بشه. بهتون نشون میدم. روغنمون تقریباً گرم شده. توی این مرحله یه قاشق غذاخوری نمک بهش اضافه میکنیم. همونو آروم آروم به روغن اضافه میکنیم. فکر کنم 2 قسمت کنیم خوب بشه. کافیه؟ بعد
بعد از اینکه دیگه پیازا رو یک دست کردیم هی تون تون هم نزنی، چون پیازامون حالت خمیری پیدا میکنه. دیگه اجازه میدیم که سرخ بشه. دوستان همونطور که میبینید پیازامون رو به طلایی شدنه. تقریبا 5 دقیقه دیگه پیازمون رو جمع میکنیم، چون بعد از اینکه برمیداریم تو آبکش میریزیم تا روغنای اضافش گرفته بشه یه مقدار تیره ترم میشه. فقط موقع سرخ کردن خیلی حواستون جمع باشه که خیلی سرخ نکنیم. پیازمون در همین حد کافیه، برمیداریم و تو آبکشی که گذاشتیم خالی میکنیم تا روغنش گرفته بشه. بعد از اینکه روغنش گرفته شد تون تون پیرو روش کنیم تا پیاز آقامو خمیری نشه. میذاریم که سرد بشه، بعد حالت پودری و پولکی میشه که من بهتون نشون میدم. پیاز آقامو تموم شد، من سیرم به مثل پیاز پوست کندم، شستم و خشکش کردم، توی سبز خرد کن خرد کردم. الان میخوام تو روغن سرخش کنم. بازم به روغنم یه مقدار نمک اضافه کردم، بعد سیرای پوره شده رو بهش اضافه میکنیم و میذاریم تا سرخ بشه. فقط حواستون باشه سیر خیلی نباید سرخ بشه، چون به تلخی میزنه. پیاز آقامون در حال سرد شدنه. بهتون گفتم که یه مقدار روشن بردارین، چون میمونه تیره میشه. ببینین چقدر خوش رنگ و طلایی شده. شما میتونین رو درست کنین و بریزین توی ظرف، توی یخچال نگهداری کنین و ازش برای خورشتاتون، غذاهاتون، آشاتون استفاده کنین. امیدوارم که پیازداغ امروزمونم پسندیده باشیم. در همین حد که سرخ شد کافیه، یه مقدار بهش زردچوبه اضافه میکنیم تا خوش رنگ تر بشه. مامان جان زردچوبه بازم اضافه میکنیم؟ نه، یه مقدار دیگه هم زردچوبه اضافه کن. بعد از اینکه زردچوبه هم اضافه کردیم یه کوچولو هم نعنا بهش اضافه میکنیم که وقتی توی آش بریزیم خیلی خوشمزه و خوش رنگش میکنه. دو قاشق غذاخوری هم زردچوبه اضافه میکنیم، نعنا رو اضافه میکنیم، پیاز داغی هم که درست کرده بودیم همه رو با هم مخلوط میکنیم و میذاریم سرد میشه، میذاریم توی ظرف توی یخچال نگه میداریم تا وقتی که آشمون آماده شد اینم بهش اضافه میکنیم. پیاز داغمون هم بگیر که ببینن چقدر خوش رنگ و چیپسی و خوب شده. مادرم بریزم. دوستان امیدوارم که برنامه امروزمونم پسندیده باشین. شما هم این مواد خوشمزه رو درست کنین و برای آشاتون نگه دارین. تا برنامه بعد و آموزشی دیگر همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا یار و نگهدارتون.